بیننده شبکه تلویزیون جهانی کانال یک هستید. از شما دعوت می به تفسیر سیاسی هفتگی آقای منش امیر درباره امور جاری منطقه و جهان توجه کنید. تفسیر این بار با این عنوان نگاشته شده است. ملت ایران را میخواهند قربانی فلسطینیان کنند. همچنان شعار مرگ بر اسرائیل سر میدهند و اربده میکشند که اسرائیل باید نابود گردد و همزمان خیال پردازانه وعده میدهند که به زودی زود این آرزو عملی خواهد شد سرزمین اسرائیل به فلسطینیان داده خواهد شد اسرائیل نابود خواهد شد و فلسطینیان حکومت را در این منطقه به دست خواهند گرفت و عدالت اجرا خواهد شد و هدفهای اسلام تامین خواهد گردید و این در حالی که ملتهای عرب دست صلح و دوستی به سوی اسرائیل دراز می کنند وزیر دفاع اسرائیل بنی گنس رسما از مراکش دیدن می کند. مراکش کشور اسلامی مراکش کشور عربی مراکش کشوری که همانند برخی کشورهای دیگر عرب سالیان دراز اعلام می داشت که اسرائیل باید نابود شود مراکش امروز وزیر دفاع اسرائیل را می پذیرد و از او پذیرایی می کند و دو کشور با هم قرارداد صلح و همکاری های نظامی می بندند ولی در تهران همچنان از نابودی اسرائیل سخن میگویند و همچنان سنگ فلسطینیان را به سینه میزنند و چرا این چنین نکنند مگر نه که روح الله خمینی گفته بود که در اسلام ملیت وجود ندارد یعنی ملت ایران وجود ندارد همه امت اسلامی هستند همه باید در راه اسلام جان خود را فدا کنند البته اسلام اهل تشیع ولی او نمیدانست و خامنه ای نمیداند که اگر اگر فلسطینیان به آرزوی خود برسند و بر این سرزمین مسلط گردند و حکومت را به دست گیرند به حکومت شیعه ایران پشت خواهند کرد زیرا آنان اهل تسنن شیعیان را منحرفین از اسلام می دانند خمینی گفته بود ملت ایران وجود ندارد ملت عراق وجود ندارد بلکه امت اسلامی باید مطرح باشد و به همین جهت گفته بودند که نه خلیج فارس نه خلیج عربی نامان را میگذاریم خلیج اسلامی این از شیوه تفکر آنان این از خیال پردازی ها و رویاهای آنها و در این راه برای رسیدن به این هدف حاضرند ایران را قربانی کنند ملت ایران را قربانی کنند تا شاید بتوانند به خیال خام برقراری خلافت اسلامی با ریاست شیعیان برسند و این آرزو را عملی کنند پذیرایی از وزیر دفاع اسرائیل در کشور مسلمان و عربی مراکش یک خبر ساده نیست بلکه نشان میدهد که جهان عرب متحول شده است آنها دگرگون شدند آنها به حقایق پی بردند آنها منافع ملت خیش را می جویند و میدانند که اسرائیل کشور متجاوز و متعرض نیست اسرائیل میتواند دوست باشد میتواند همکاری کند میتواند کمک کند که سطح زندگی مردم در این منطقه بالا رود اسرائیل قصد گشایی ندارد اسرائیل میخواهد در مرزهای خود بر امنیت و سلامت زندگی کند و نبیشتر آنان اکنون چهل و سه سال است که سنگ فلسطین و فلسطینیان را به سینه میزنند یقه میدرانند و پول مردم ایران را در راه آنها خرج میکنند از نظر خمینی خامنه و دیگران فلسطینیان عزیزند و حکومت این حق را به خود میدهد که منافع ملی ایران و حتی مردم ایران را قربانی فلسطینیان کند فلسطینیانی که ظاهرا یتیم ماندند همانهایی که تا ده پانزده سال پیش همه کشورهای عرب از آنها حمایت می کردند همه کشورهای عرب منافع ملی خود را به خطر می انداختند تا شاید بتوانند به آرمان فلسطینیان جامعه عمل بپوشند ولی کشورهای عرب دریافتند که راه اشتباه رفتند مصر با اسرائیل پیمان صلح و دوستی بست این پیمان درست همزمان و شاید چند ماهی پیش از به قدرت رسیدن روح الله خمینی در ایران عملی گردید و هنوز پاورجاست و روز به روز مستحکمتر می شود و بعد اردن بود که با اسرائیل عقد دوستی همکاری و همزیستی بست و امروز اسرائیل و اردن دو کشور برادر دو کشور همسایه در انواع امور به یکدیگر کمک می کنند اسرائیل به اردن کمک اقتصادی می کند و این به سود هر دو ملت اسرائیل و اردن است ملت ها باید با هم دوست باشند و نه آنکه با یکدیگر ستیز کنند و این بخواهد آن را نابود کند این را سران حکومت ایران از روز نخست درک نکرده بودند و امروز هم درک نمی کنند. ایران یک کشور ثروتمند یک کشور بزرگ یک کشور قدرتمند را گرفتند و با شعار اسرائیل نابود باید گردد و امت اسلامی باید زیر یک پرچم گرداید ایران را ویران کردند نگاه کنید که چه قدر ویرانی و خرابی و فقر و ذلت و مهنت در ایران ایجاد کردند چیزی برای ملت ایران باقی نگذاشتند همه را دزدیدند و بردند و قربانی کردند و یا به ترور اسلامی و فلسطینی بخشیدند خدا میداند که این همه پولها را که گرفتند تا نقد به سازمانهای ترور تحویل دهند چه مقدار از آن را به جیب خود سرازیر کردند از ذلت و مهنت فلسطینیان سخن میگویند ادعا میکنند که اسرائیل آنها را آزار میدهد کدام فلسطینی را اسرائیل آزار میدهد حماس است جهاد اسلامی آزادی فلسطین است آنها هستند که اسرائیل را آزار میدهند و علنا میگویند که ما می خواهیم اسرائیل را نابود کنیم و اگر اسرائیل اقدامی می کند برای دفاع از خیش است و اگر فلسطینی آسیب میبیند انتقاد آن را باید به سوی حماس جهاد اسلامی و دیگر گروه های افراطی فلسطینی دانست عرب اسرائیل یک میلیون و چهارصد هزار نفر بیست درصد از کل جمعیت اسرائیل در رفاه کامل به سر میبرند تصاوی حقوق دارند مساجد خود را دارند مدارس خود را دارند و شما نگاه کنید در کشور ایران که آن را سرزمین اسلامی میدانید حتی به اهل تسنن اجازه برپای مسجد را نمی دهید. پس کدام طرف به فلسطینیان و به مسلمانان و به عرب ظلم می کند؟ اسرائیل یا نبود مسجد در تهران؟ حتی اگر در زاهدان و مشهد مسجدی ساختند میآیند و آن را ویران می کنند. زیرا از دیدگاه آنها آن که باید بر دنیای اسلام مسلط شود شیعه اسلامی است یعنی مذهب شیعه به ریاست و رهبری حکومت اسلامی ایران است و آنها برای رسیدن به این آرمان خیال پردازانه و رویایی که هرگز عملی نخواهد شد تمام ثروت و امکانات ملت ایران را بسیج کرده و به دست خود گرفتند حساب کنید که برای ساخت مشک چه مبالغ کلانی را آنها هزینه کردند و هزینه تولید بمب اتمی را حساب کنید و پولهایی که حکومت ایران به سازمانهای ترور به هشت و, و به حزب الله و به حوثی یمن و دیگر گروه های ترور، فساد و جنگ می بردازد. اینها همه از جیب ملت ایران بوده و هست و آنها ادعا میکنند که این وظیفه اسلامی آنان است که به مظلومان و مستضعفین در هر نقطه دنیا یاری برسانند حتی اگر در ونزوئلا باشد گرچه اهالی ونزوئلا مسلمان نیستند ولی این وظیفه اسلام است از دید آنها این وظیفه حکومت اسلامی ایران است به ادعای آنان باید به آنها یاری رساند ملت مظلوم فلسطین ولی کدام ملت مظلوم است ملت ایران است که با ظلم و ستم و سرکوب رویارویی میکند شما ملت ایران را میکشید ایرانیان را به زندان می اندازید. آنها را تیرباران می کنید. تظاهرات آنها را تظاهرات مسالمت آمیز آن را به خاک و خون می کشید و این همه به ادعای که از اسلام دفاع می کنید از سرزمین اسلامی دفاع می کنید از فلسطینیان دفاع می کنید جان فلسطینی برایتان ارزش دارد ولی جان ملت ایران برایتان هیچ ارزشی نداشته ملت ایران را باید نابود کرد تا گروه تروریست فلسطینی بتوانند به زندگی ادامه دهند قدرت یابند تسلط پیدا کنند و بعد بی تردید به حکومت ایران پشت کنند و بگویند سفاس گذاریم بروید پی کار خودتان ما به هدف رسیدیم دیگر به شما نیازی نداریم چگونه است که وقتی یک سرباز اسرائیلی با یک تروریست فلسطینی رویارویی میکند و با او به نبرد میپردازد حکومت ایران اشک تمساه میریزد که بله فلسطینی مظلوم را دارند میکشند ولی خودشان جوان ایرانی را تنها به این جرم که علیه سه برابر شدن نرخ بنزین تظاهرات کرده به گلوله میبندند و نه فقط جوان را میکشند بلکه خانواده او را نیز دستگیر میکنند پدر را به زندان میاندازند و مادر را ناچار به سکوت میکنند و برادران و خواهران را آزار میدهند که خاموش باشید و اعتراض نکنید اینها از دید آنها ظلم نیست اینها دفاع از اسلام و دفاع از موجودیت امت اسلامی و دفاع از سرزمین اسلامی است مجاز است مشروع است وظیفه دینی است که بکشند نابود کنند تا بتوانند هدفهای خود را پیش برند و ظاهرا از مسلمانان مظلوم فلسطینی حمایت کنند آنها ادعا می کنند که تنها حکومتی هستند که همچنان از فلسطینیان حمایت می کنند و به آنها یاری می رسانند. بله درست می گویند. زیرا ملت عرب از آرمان فلسطینیان از زیاد خواهی های آنها از عملیات تروریستی آنان از خشونت و خونریزی بیزار شدند دوری می و راه صلح و همکاری را جستجو می کنند خسته شدند کافی است و در میان خود فلسطینیان نیز چند دستگی در ابعاد گسترده ادامه دارد آنها هم یکدیگر را میکشند و یا به هم انگ میزنند و این میگوید من رهبرم و آن میگوید من باید رهبری را به دست داشته باشم حساب کند حکومت اسلامی ایران که در این چهل و سه سال که مرتبا از عرب فلسطینی جانبداری کرده به آنها پول و اسلحه داده چه سودی برده است کدام موفقیت را به دست آورده است و حساب کنید که ملت ایران چگونه فقیرتر و ذلیلتر و مهنت زده تر شده است اینها همه به خاطر آن که حکومت ایران میخواهد تسلط بر جهان اسلام را به دست گیرد و علی خامنه ای به سراحت می گوید که دفاع از منافع فلسطینی ها وسیله برای ایجاد اتحاد در جهان اسلام است از خامنه ای بپرسید که کدام اتحاد را با دفاع از ترور فلسطینی توانستند در جهان اسلام به وجود آورند درست برعکس جهان اسلام را دچار تفرقه کردند گروهی از شیعیان را علیه مسلمانان دیگر به ترور و خشونت واداشتند ببینید در عراق چه میگذرد ببینید حوسی در یمن چگونه مسلمانان اهل تسنن در عربستان خادم حرمین شریفین را میکشند و آنها را به پهپاد میبندند اینها همه به نام اسلام در واقع این گونه حمایت از فلسطینیان ترفندی برای لاپوشانی شکست های حکومت در داخل ایران بوده است آنها ایران را به دریوزگی و مهنت و ذلت کشندند و چگونه می توانند این گناه خود را توجیه کنند مگر که بگویند ما همه چیز را فدای اسلام می کنیم، فدای فلسطینیان میکنیم برای نابودی اسرائیل به کار میبریم و در همان انگام مراکش کشور عرب کشور اسلامی وزیر دفاع اسرائیل را میپذیرد پذیرایی میکند استقبال میکند دست دوستی میدهد و با اسرائیل قرارداد همکاری های نظامی میبندد اینها را همه بشنوند فکر کنند درس عبرت بگیرند و از این راه بازگردند ملت ایران است که مظلوم است ملت ایران است که به حمایت نیاز دارد ملت ایران است که باید از فقر کنونی به دوران عظمت و شکوه خود بازگردد بروید فلسطینیان را رها کنید به فکر ملت ایران باشید ولی میدانم که این توصیه را گوش شنوایی در میان شما نخواهد بود. شما تصمیم گرفته اید که ایران را ویران کنید و دفاع از فلسطینیان فقط بهانه ای به دست شماست ولی بهانه ای است که برای ملت ایران بسیار گران تمام شده است.